در این برنامه با توجه به تحولات کشور سوریه به این موضوع میپردازیم و با میهمان برنامه در مورد کشور سوریه صحبت خواهیم کرد، در مورد نشست ژنو که در روزهای گذشته برگزار شد، موضع‌گیری های مختلف کشورها و همچنین موضع‌گیری متفاوت کشور روسیه و مسائل مختلف پیرامون این کشور موضوع گفتگوی ما با میهمان برنامه خواهد بود. بخش معرفی میهمان رو ببینید، برمیگردیم تا گفتگو را آغاز کنیم. میهمان این هفته برنامه نگاه دو، مهمون گرانقدر و گرانسنگ برنامه امروز، ابر استراتژیست خستگی ناپذیر نظام، دارنده گواهینامه پایه یک استراتژیکی برای عبور از گردنه های پیچ و واپیچ تو شب طوفانی و تاریک، با بار میدگرد دنده عقب، فهمیدی یا نه؟ اونم چرا خاموش؟ گفتم که مهمون برنامه امروز کسیه که روز ضربه کورنری که خودش میزنه میره با ضربه سر توپ همچی با تور آشنا میکنه که انگار 40 ساله در همسایه همدیگر میشناسن. کسی که 150 کیلو دو ضرب میزنه بدون دوپینگ، هر کی هم میخواد بیاد آزمایش بکنه. بله، البته شرمنده اخلاق همگی هستیم. تشویق دوستا ما رو به اینجا رسوند، ما که کسی نبودیم. مهمون برنامه امروز یک ایراد مشخصی داره که مرحوم عبوی هم همیشه بهش گوش زد میکرد، اونم اینه که اهل تعریف از خود نیست، تعریف از خود تو مرامش نمیگنجه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که فرق تو با دمپایی اینه که دمپایی لنگه داره، تو یکی لنگه نداری. مرحوم عبوی بعضی وقتهای دیگه میفرمودن که فرق تو با گل اینه که گل دوتا حرف داره، ولی تو یکی اصلا حرف نداری. خودتون هم شاهد بودین که من به دلیل همین که تعریف از خود تو برامم نمی گنجه قطره گفتم از دریا. به هر حال الان دنده رو چاق میکنیم، میریم سراغ سوالات. دنده رو چاق کن بیرم، چون که اوضاع سر چهار استراتژیکی خوب نیست، ممکنه از پشت بهمون بزنن، ترافیک سنگینه. مهمترین راه برون رفت سوریه از بحران داخلی چیست؟ گزینه یک، تسریع و تکمیل اصلاحات سیاسی. گزینه دو، عدم مداخله کشورهای غربی و عربی. گزینه سه، خلع سلاح گروهک های تروریستی. و گزینه شماره چهار، دیگه لازم نیست بگی، گزینه چهار همش با هم، یعنی هیچ کشور غربی و عربی دخالت نکنه. دخالت فقط مال نظام مقدس جمهوری اسلامیه. اگه قرار شد کسی دیگه هم وارد بشه، خودمون از روسیه و چین کمک میگیریم. همه هم باید خلع سلاح بشن به جز نظام مقدس جمهوری اسلامی. فقط عدد گزینه ما نظر بشین بابا سر جات، هرچی باید چی نمیگیم این روش بیشتر میشه. تو اگه شعورت میرسید که حرفا رو بزنی، من فقط شماره بدم که اوضاع خیلی خوب بود. مشکل اینه که تو میزنی به در و دیوار. تو بهتره که زیپ دهنتو بکشی، لام تا کام حرف بزنی تا ملت بهت شک کنن که نکنه خیلی ابله باشی. این خیلی بهتره تا اینکه دهن باز کنی و حرف بزنی همه شک و تردید رو از بین ببری، بفهمن که واقعا خیلی ابلهی. شما بگید که در سوریه چه خبر هستش و غربی ها به دنبال چی هستن در این کشور؟ آره الان درست شد، خبر خاصی نیست. غربی ها ناامید شدن دیگه، دنبال چیزی نیستن. یه چند نفری انگوش شمارم ناراضی هستن اونجا، یعنی خوشی زده بدجور زیر دلشون. الان دارن براشون پاسپورت صادر میکنن که اگه دوست دارن برن خارج، برن جمهوری اسلامی کمچی میزونشن و برگردن. مردم کشورهای اروپایی هم که به این میزان دموکراسی حسودیشون میشه همین کارهایی رو میکنن که ببینیم. اما شما بگید که طیفی که الان مخالف هستن در سوریه، حالا کارهای تروریستی هم میکنن، اصلا بگید اینها کیا هستن؟ مخالفین کیا هستن؟ یکی علی جاسم محموده، یکی داداشش مرتضی حسن قالیه، یکی هم پسر خالشه. آخه مشنگ سوال قطعی بود، شاید مجری قطعی بود که تو یکی رو پیدا کردن آوردن اینجا. آقا اون پروژکتورا رو خاموش بکنین که جواب ابلها خاموشی است. ولی اگه بخوان جواب حقتو بهت بدن، باید دیگه هیچ چراغی تو دنیا روشن نشه. من فکر کنم تو پول خوردی چیزی بودی، یعنی رفتن یه مجری استخدام کنن، تو هم همینجوری سر دادن گفتن ببرین پیشتون باشه فعلا. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله. میفرمودن که طرف رفت بنز بخره، شب که برگشت دیدن دوتا جیان هم همراه خودش خریده آورده. گفتن اینا چیه؟ گفت هیچی، بنگاه یه پول خورد نداشت اینا رو داد.
آی تهیه کننده، مرا هر جور خواهی دست به سر کن، جفایت را از این هم بیشتر کن، بزن با این مشنگ آتش بجونم، ولی آتش نشانی هم خبر کن. با تو یکی نبودم، تو برو سر سوالاتت. این رو قبول دارید که آمریکا و ناتو به دنبال پیاده کردن مدل لیبی هستش در سوریه؟ آمریکا و ناتو رو نمیدونم، ولی متاسفانه مردم سوریه دنبال پیاده کردن فک بشار با مقام عظما با هم هستن. من عذرخواهی میکنم، صحبت شما رو قطع میکنم. لازم نکرده از تو گنده تراش نتونستن قطع کنن حرف منو. تو اگه دوزانه بیشینی و گوش کنی و هر جلسه یک کلمه حالیت بشه، من کلامو میدازم آسمون هفتم. حیف منه که بیام بشم مهمون تو مشک. خیلی بوده تا این چیزا رو بفهمی. اصلا برنامه رو تمومش کن، نمیخواد تو تمومش کنی، خودم تمومش میکنم. برنامه تمومه تا این موجه درستوی یه بیارم بجه.